خب سلام، سلام به همه دوستانی که با ما هستن، دارن به ما میپیوندن. من آیدا قجر هستم از تحریریه ایران وایر و مثل هر سه‌شنبه ساعت 8:30 شب به وقت ایران با خانم شهرزاد پورعبدالله هستیم تا در مورد یکی از مسائل مربوط به سلامت روان صحبت کنیم. تیتر رو گذاشتم روی تصویر، میتونید ببینید در مورد زودرنجی قراره صحبت کنیم. من خانم پورعبدالله رو اضافه کنم. سلام خانم پورعبدالله، امیدوارم ببینید، به ما بپیوندید که جلسه رو شروع کنیم. سلام آیدا جان، خوب هستین؟ وقتتون بخیر، خوش آمدید. مرسی که این هفته هم با ما هستید مثل هفته های گذشته. تصویر درست نیستن، نور رو تنظیم نور کنید. ما قراره این هفته راجع به مسئله زودرنجی صحبت بکنیم. یکی از مسائلی که مخاطبان برنامه در واقع درخواست کرده بودن و هفته پیش هم گفته بودن که راجع به کودکانی که حساس هستن یا روحیه شکننده دارن بخوایم صحبت کنیم. این هفته قرار شد راجع به این مسئله اصلا از زوایای مختلف صحبت کنیم، چه کودکان چه خودمون به عنوان یک فرد. ممکنه حالا هر کدوم از ما یا خودمون رو فرد زودرنج و حساسی توصیف کنیم یا اینکه با چنین افرادی در ارتباط باشیم. خانم پورعبدالله عزیز، میخوام با از همینجا شروع کنم که اصلا علل و بستر زودرنجی چی هستش؟ بفرمایید. و همونطور که شما به درستی گفتین، به هر صورت یکی از بهانه های ما برای باز کردن این بحث مسئله بچه ها بود. یه سری پشت بودن که با یه بچه حساس و زودرنج چیکار باید کرد. ما گفتیم مثلا موضوع رو برنامه رو بذاریم توی در مورد زودرنجی صحبت کنیم، که به هر صورت ما وقتی در مورد هر چیزی صحبت میکنیم توی حرفه ما، ریشش برمیگرده به کودکی. یعنی پایه ساختار داربست روح و روانی آدم ها میگن از دوران جنینی شروع میشه. این در کودکی دیگه قطعا در واقع این داربست داده میشه. یعنی چون ما یه گذری بکنیم به کودکی، یعنی همه کسایی که صداتون یکم دوره، شاید اگه به دستگاه نزدیک‌تر بشید. من گوشی توی گوشمه، چه فرقی نباید بکنه؟ من فکر می‌کنم الان یکم بهتر شد. شاید وقتی به اینترنت داره نمی‌دونم. آه شاید. آره چون گوشی توی گوشه من. الان چطوره؟ بهتره الان. بهتره. امیدوارم که فکر می‌کنم چیزشم خوبه. نه، باتشم خوبه. اگر مشکلی بود به من بگید. ببخشید وسط صحبتتون. ما همه ما چه برای خودمون پیش میاد، چه دور برمون اگه با آدمایی که باهاشون در ارتباطیم، حالا به عنوان اعضای خانواده، دوست، همکار، آشنا، به هر صورت احتمالاً به کسی یا کسانی برخورد کردیم که نسبت به بقیه یک مقدار حساسیت بیشتری برخورد دارن. کوچکترین چیزی که میشه ممکنه مثلا بهشون بر بخوره، برافروخته بشن، سکوت کنن، هر کمی واکنش یک جور نشون میده، یا مثلا اشکشون در بیاد، برن توی خودشون، محیط رو ترک کنن، عصبانی بشن، پرخاشگر بشن. یعنی کوچکترین چیزی که شاید خیلی ها تعجب کنن که خب من چیزی نگفتم، کاری نکردم، اتفاقی نیفتاد، دلیل این برخورد میتونه چی باشه، اونها رو چی کار میکنه؟ به هم میریزه و از خودشون در واقع از آرامش رو ازشون میگیره، از خودشون خارج میکنه. خب کسایی که در حرفه من کار میکنن، و حالا اگر برگردیم به اینکه بخوایم ریشه یابی بکنیم که دلیل این میتونه چی باشه، خب دلیل این برمیگرده اکثر اوقات مثل همه چیزهای دیگه که ما در مورد صحبت میکنیم به یک میزان پایینی از عزت نفس و اعتماد به نفسی که در واقع فرد داره. یعنی به نادرستی ممکنه مثلا من دارم در مورد یک موضوعی با شما بحث میکنم، شما یک چیزی میگی در مورد اون چیزی که مثلا عقیده‌ای که من دارم عنوان میکنم یا نظری که من دارم میدم، بعد من یه دفعه مثلا فرض بکنید یک حساسیت نشون میدم، شما احساس میکنید که من دارم به شکل افرادگونه‌ای از اون موضعم دفاع میکنم، در صورتی که اصلا مسئله اون موضعی نیست، مسئله اون چیز نیست. در واقع من دارم از چیزی دفاع نمیکنم، رفتار من یک جور چجوری بگم دفاع، یک جور سیستم دفاعی منه، به جای اینکه دفاع از اون موضوع باشه. نه، منظور خودم خوب اینجا دارم تفهیم میکنم یا نه؟ یعنی ممکنه مثلا من دارم یه نظری میدم در مورد اعتقادات مذهبی یا در مورد یک مسئله سیاسی، بعد شما با هم موافق نیستی یا یه چیزی ممکنه به من بگی، اون وقت من یک برخورد بسیار
اغراق‌آمیزی بکنن با شما، یعنی مثلا گور بگیرم یا مثلا اگرسیو بشم یا مثلا نمیدونم برم تو خودم دیگه حرف نزنم. بعد شما احساس میکنی که مثلا مگه این عقیده چیه که مثلا نمیشه در موردش صحبت کرد، در حالی که اصلا مسئله اون موضوع نیست، مسئله که شما انگار به من نه به اون چیزی که من میگم در واقع یک حمله کردی یا اون رو زیر سوال بردی. خیلی اوقات ما مثلا به پدر مادرها پیشنهاد میکنیم که وقتی در موقع بچه‌تون یه کاری میکنه که میخوایم بهش یه بازخورد بدین، نگیم پسر بدی هست یا دختر بدی هستی یا آدم بدی هستی، بگین این کاری که کردی کار نادرستیه، حرف تو حرف نادرسته، تو بچه خوبی هستی، تو انسان فرهیخته هستی، ولی من با این نظر تو مشکل دارم، تو انسان بدی نیستی. خیلی از افراد متاسفانه نمیتونن تفکیک کنن پرسونالیتی خودشون رو، شخصیت خودشون رو با عملی که انجام میدن. در چه اینجور افراد مشکل اصلی باهاشون این هستش که خیلی اوقات به افرادی که دور و برشون هستن متاسفانه این باور غلط رو میدن که چیزی که دارن میگن حتما درسته و ما باید با اینا موافق باشیم، تا اینکه چون این نظرشون رو به صورت خیلی چی میگن اغراق‌آمیزی دارن ازش دفاع میکنن، در صورتی که چیزی که آزارشون میده این نیست که ما با اون مسئله‌ای که عنوان شده مخالفت داریم، ما به اونها گفتیم که نه نظر تو انگار درست نیست، نظر من درسته یا نظر تو کمتر از نظر دیگری درسته، و واکنششون بر اساس یک سیستم دفاعی از من خودشون، از خود خودشون، در واقع منشون انگار که مورد حمله قرار میگیره. بله. این در واقع اگه درست من متوجه شده باشم، نداشتن مهارت گفتگو و ارتباط برقرار کردن افراد رو، افرادی که حالا زودرنجن یا واکنش هایی نشون میدن که نشونه زودرنجیه، افراد رو میبره در سیستم دفاعی، چون فکر میکنن خودشون زیر سوال رفتن نه اون حرف یا کردارشون، و با و انعکاسش میشه مثلا قهر کردن، گریه کردن، کنار رفتن، این واکنش های مختلفی که یعنی حالا در واقع اون نداشتن مهارت ها بازم یه بحث دیگه است که من بهش اشاره میکنم، ولی این بخش اول بحث در مورد این بود که برمیگرده به عزت نفس پایین و اعتماد به نفس پایین. در واقع اگر من خودم رو قبول نداشته باشم که وقتی یک نفر به من چیزی میگه احساس میکنم که من رو زیر سوال برده، ممکنه من خودم رو قبول داشته باشم به عنوان یک انسانی که دارای یک تفکریه، برای خودش یک سبک زندگی داره، یک سیستم عقیدتی داره، یک سیستم فکری داره، من با این اوکی هستم. وقتی من با این اوکی هستم، ممکنه شما با من اصلا یه چیزی سلیقت با من دیگه نباشه، اعتقادات سیاسی با من متفاوت مغایرت داشته باشه، اصلا در دو تا جبهه متفاوت باشیم، از نظر مذهبی این هم زندگیمون در واقع بنا نباشه برای یک سری اعتقادات مذهبی، ولی مشکلی نباید برای من ایجاد بشه، برای اینکه من خودم میدونم اون چیزی که هستم چیه، شما هم همون چیزی که هستی داری حرف میزنی، و من مشکل اینو به عنوان یک حمله فردی نمیبینم. احساس نمیکنم که آیدا به من داره میگه که ببین تو چقدر آدم بیخودی هستی که این شکلی داری فکر میکنی یا این شکلی داری زندگی میکنی. ولی اگر چنانچه من در واقع از میزان عزت نفس اعتماد به نفس پایین داشته باشم، احتمالا میفتم توی اون ماجرای در واقع دفاعی. خب بستر ویژه‌ای وجود داره که افراد زود رنج میشن؟ خب بعضی این حالت رو ندارن، بعضی دارن. این بستره چی؟ از کجا میاد؟ خب ببینید، همه چیز برمیگرده به دوران کودکی، همه چیز برمیگرده به ماها، هفته‌ها، روزها، هفته‌ها، ماها، سال‌های اول کودکی. این یک کودک از اول که در به دنیا میاد که فکر نمی‌کنه که حرکاتش میتونه در واقع باعث قضاوت دیگران بشه، هیچ پیش تصوری از قضاوت دیگران نداره، کم کم در واقع این حساسیت توش شکل میگیره. من در واقع اینجا در مورد من خود واقعی، یا نمیدونم حالا به فارسی فکر میکنم میگن خود حقیقی اگه اشتباه نکنم، یا true self و false self، یعنی خود حقیقی و خود کاذب صحبت کنم. چی این مثلا خب این در واقع نظریه که توسط دونالد وینیکوت در واقع نظریه داده شده، یک در واقع متخصص اطفال بوده و در به علاوه روانکاو بودن ایشون، و بین سالهای 40 تا 70 میلادی در واقع فعالیت های در واقع حرفه‌ای داشتن، و تو فکر میکنم تو سالهای 1960 بوده که این تئوری رو در واقع عنوان میکنن و میگن که ما در واقع در پروسه رشد خودمون میتونیم یک خود واقعی رو و یک خود حقیقی و یک خود کاذب
در واقع دیولپ بشه، رشد بکنه. چطور؟ میگه در واقع کسایی که در محیط های زندگی میکنن که اون مراقبت، کسایی که ازشون مراقبت اونها رو به عهده دارن، کسانی هستن که به مثلا از ترم good enough mother استفاده میکنه، یا اون حالا میگه مادر ولی در واقع کسایی که نظریه های وینیکود رو تدریس میکنن میگن خب منظورش از مادر مثلا اون کسی که مسئول در واقع مراقبت از اون بچه هست، میتونه یه مادر بزرگ باشه، میتونه به جنسیت خیلی نباید توجه کرد، اون کسی که در واقع مسئولیت پرورش اون کودک رو به عهده داره. اگر کودک احساس کنه که نیازهاش به درستی به موقع به جا برآورده میشن، امیالش، آرزوهاش، انتظاراتش جدی گرفته میشن، قبول میشه توسط دیگران، در واقع احساس میکنه در اون من واقعیش، خود واقعیش روش میکنه، احساس میکنه که من چیز خوبی هستم، به اندازه کافی خوب هستم. حالا اگر در محیطی قرار بگیره که پاسخ مثبت به نیازهاش، به انتظاراتش، به امیالش داده نشه یا به موقع داده نشه، حالا به خاطر اینکه پدر مادر مهارت‌های فرزندپروری ندارن، به خاطر اینکه نمیدونم معتادن، به خاطر اینکه حضور کافی برای رشد تربیت بچه‌شون ندارن، دچار افسردگی هستن، دچار اختلالات روانی هستن، یا اصلا نمیدونن باید با یه بچه برخورد چجوری بکنن، به نیازهای یا یه مثلا فرض کنید مادران مثلا خودشیفته، برای اینکه همه چی در مورد اوناست دیگه، هیچ چیز در مورد دیگران که نیست، همش منن، خیلی ممکنه نیازهای بچه رو مثلا نتونن اونجوری که باید در واقع پاسخگو باشن، ممکنه خیلی بچه خیلی زود مثلا احساس کنه که اگر من خودم رو تطبیق بدم به اون چیزی که دیگران انتظار دارن من باشم، مورد قبول و پذیرش واقع میشم. و چجوری مثلا شما یه بچه در نظر بگیرید که گریه میکنه، هی گریه میکنه، بعد به گریه هاش پاسخ داده نمیشه، کسی نمیاد سراغش، حالا اگر باید عوض بشه عوض نمیشه، اگه موقع شیر شیشی بهش داده نمیشه، ممکنه به مرور خب دیگه گریه نکنه، یعنی نشون میده که من اصلا احتیاج به دیگران ندارم، یا مثلا من دردم نمیاد، من گشنم نمیشه، من خسته نمیشم، من نق نمیزنم، خب ولی در واقع من اصلا نیاز ندارم کسی بده منو بغل کنه. چیزی که ما از بیرون میبینیم یه کسیه که بی‌نیازه، میگن چقدر این بچه مستقله، چقدر این بچه خوبه، اصلا میبینیم اصلا نگار نگاه، اصلا حواس دو ساعت هم بهش نباشه دیگهش در نمیاد. حالا نه که ممکنه یه سری بچه های مستقل باشن، من نمیخوام هر کسی که بحث ما رو میشنوه فکر کنه اگه بچه من گریه نکرد پس بچه هستش که خود کازه بهش داره روش میکنه، ولی میتونه میگم یک میکانیسم دفاعی بهش برخورده دیگه، یعنی فهمیده که نیازهاش برآورده نمیشه، چه اتفاقی میفته دیگه اصلا نیاز نداره که برآورده بشه، نشون میده که بی‌نیازه. ولی در درون خودش، یعنی در واقع اینجاست که من کاذب شروع میکنه خود کاذب متولد شدن، مثل یه پوسته ای که خود واقعی رو چیکار میکنه در بر میگیره، خب ولی اون زیر یک من واقعی هست که هنوز تشنه اینه که یکی بغلش کنه، یکی بخواد، یکی قبولش داشته باشه، یکی دوستش داشته باشه، ولی نمیتونه نشون بده، ولی تو درونش، درون آدم اون حسه میمونه، تموم نمیشه. حالا این آدم بزرگ میشه، خیلی اوقات ممکنه احساس کنه که مثلا بی‌نیازه به دیگران، احساس بده که نیاز نداره، خیلی من باردم، خیلی کارم درسته، خیلی میدونم، خب ولی در واقع این پوسته‌ای که درست کرده برای اینکه اون ضعفای درونی خودش رو، برای اینکه درونش کودک مونده، واقعا میدونید ضعفای درونی خودش رو، برای اینکه به معنی واقعی خودش به خاطر عدم توجهی که گرفته خیلی کردیتی نمیده، در واقع من کاذبه است که روش کرده. من واقعا فکر می‌کنم کسایی که دیدین بعضی اوقات میگن فلانی بابا چی اعتماد به نفس نداره، خدای اعتماد به نفسه، زیادی هم اعتماد به نفس داره، ولی کسی که کار ما رو میکنه میتونه تشخیص بده که این اعتماد به نفسی که دیگران میبینن آیا یک اعتماد به نفس واقعیه یا یک من کاذبیه، یک خود کاذبیه که طرف رشدش داده، اینقدر گندش کرده که ضعفای اون یکی که اون تو مونده بزرگ نشده رو بپوشونه. در نتیجه شرایط در واقع رشد کودک بسیار مهمه که پدر مادرها مواظب باشن. منظور من نیستش که به نیازهای کودک هر چیزی که هست، ولی سالهای اول زندگی سالهای بسیار کلیدی هستن و نیازهای در واقع ضروری بچه ها نیازهایی هستن که باید به موقع به جا به درستی در واقع برآورده بشن تا بچه اون احساس اوکی بودن و احساس مورد قبول بودن و احساس خوبی در مورد خودش بهش دست بده. حالا شاید این سوال هم مثلا هیچ ربطی نداشته باشه، برای خودم کنجکاوی ایجاد شدش با اصطلاحایی که به کار بردین، شاید مثلا این موضوع دیگه باشه نمیدونم، ولی مثلا این که میگن طرف
بزرگ شده ولی کودک درونش هنوز زنده است، یا این بحث کودک درون همینه که شما دارید؟ خب میتونه یه بخشی باشه، میتونه یه بخشی باشه، به خاطر اینکه من فکر میکنم در واقع اون من واقعی روش نکرده دیگه. حالا کودک درون روش نکرده میتونه خیلی اوقات، ببینید هر چقدر که ما در واقع یک والدین چی میگن با مهارت فرزند پروری دور بر ما باشه، والدین مناسب تری داشته باشیم، من نمیگم پرفکت، هیچ چیزی نباید پرفکت باشه، هیچ چیز نباید، ما در حد کمالگرایی و ایدالیستیک داریم نگاه نمیکنیم، در مورد یه چیزی که لازمه، به اندازه کافی لازمه، بیشتر هم نمیخواد باشه. اگر در واقع این نبوده باشه، در واقع اون کودکشون هیچ وقت اجازه ببین اون کودک یک کودک سرکوب شده است. خب شما باید اون چیزی باشه که دیگران میخوان، یعنی در واقع اون بخشی که داره بزرگ میشه، اون بالغه، یک بالغی بر اساس آزادی نمیتونه باشه، بر اساس سرکوب هایی که شده در واقع میاد بالغ میشه و بالغی هست که خودش رو سانسور کرده اونجوری که باید و خیلی تاثیر میذاره روی زندگی آدم ها. متاسفانه ممکنه از نظر آکادمی رشد بکنن، از نظر شغلی و مالی رشد بکنن، ولی واقعا درونن آدم های بسیار خیلی شکننده و حساس میتونن بمونن، یعنی کوچکترین چیزی رو نمیتونن بر بتابن. این جمله شروع صحبتتون الان، این جمله که گفتین هر چقدر اون پدر و مادر، هر چقدر اون والد در واقع مهارت بیشتری داشته باشه، در واقع میتونه جلوی همچین چیزی رو بگیره، در واقع به نظر من یکی از آسیب هایی که کودک والد برای فرزند میتونه داشته باشه، کودک مادر یا کودک پدر، کسایی که در کودکی فرزند دار میشن، اینه که اون وقت این چطور میتونه آسیب هایی رو متوجه کودکشون کنه. حالا سوالم اینه که سن داره بروز این زودرنجی؟ یعنی در کودک، حالا ما با فرزندمون بخوایم باشیم، وقتی میخواد بروز پیدا کنه، آیا سن خاصیه یا اینکه نه میتونه نگه داره؟ باید ببینیم، ببینید زودرنجی میتونه دلیل متفاوت داشته باشه. خب یه بخش خوب برشه پرسنالیتی ما، ژنتیک ماست. خب یه بخشش برمیگرده به دوران بارداری، دوران سالهای اولیه در حال زندگی، از چه مدل والدینی ما در واقع بهره مند بودیم. خب تجربه زیستی ما در سالهای، خب مثلا فقط والدین ما مسئول ما نیستن که، بعد ما وارد جامعه بزرگتر میشیم، مدرسه هست، دوستان هست، همسایه ها هستن، فامیل بزرگ هست، نمیدونم معلم ورزشه، میدونید کتاب فروش سر کوچه است، مسجد محل، همه اینها بالاخره دخیل هستن در چیزی که ما حکومت، جو سیاسی، میدونید فضای سیاسی که ما توش بزرگ میشیم، که چی رو میتونیم بگیم، چی رو میتونیم نگیم، چجوری میتونیم باشیم، چجوری میتونیم نباشیم. میدونید اینی که من واقعا میبینم بعضی آدم ها خشمشون برمیگرده، اگر پدر مادرشون اینها رو توی سوئیس بزرگ میکردن، خیلی فرق میکرد که توی ایران بزرگ میکنن، با محدودیت هایی که جامعه تو افغانستان یا توی جای سوریه یا توی عمان یا توی هر جای دیگه بزرگ میشن. و اینکه واقعا آزادی هایی که یک جامعه میده، چون پدر مادرها خیلی اوقات اگر خودشون بودن این محدودیت ها رو به بچه ها اعمال نمیکردن، صرفا به خاطر اینکه تو جامعه زندگی میکنن که جایز نیست داشتن اون رفتار، اون اعمال یا حتی اون انتخابات. مثلا ممکنه یک خانواده براش مهم نباشه که بچهش بخواد بدون ازدواج بره با یکی زندگی بکنه، ولی میدونی که توی ایران واقعا خب خیلی سخت‌تر این ماجرا. درود یک بچه‌ای حاصل این ارتباط باشه چی میشه؟ اصلا توی برای شناسنامه اصلا اونجا نمیدن، در صورتی که توی اروپا این چیز مثلا پیش با افتاده یه هیچ مشکل خاصی ده. در چه نگرانی پدر مادر ندارن که بخوان چیزهای خودشون رو در واقع بخوان تحمیل کنن به بچه‌هاشون. خب یه بخش برمیگرده به در واقع داشتن پدر مادرایی که مهارت‌های ارتباطی رو نداشتن. مثلا فرض کن شما یه مامانی داری، حالا بزرگ شدی که مثلا بچه 5 6 ساله‌ای، مثلا فرض کن اگر یه دقیقه جلوی مامانت وایسی یا یه چیزی به مامانت، یا مثلا مامان و خالت دارن با هم بحث میکنن، تا مثلا یکی بهش چیزی میگه شروع کرده گریه کردن، یه دفعه میبینی سه ماه خالت دیگه نیومد خونتون، مثلا ایج شده دارن اینا رو به زور آشتی میدن با هم دیگه، یعنی از این ما چیزا دیگه هم یاد دیدیم تو ایران. خب بعد یعنی در واقع شما بچه‌ای هستی که در واقع در محیطی بزرگ میشی که مهارت‌های ارتباطی رو واقعا یاد نگرفتی، میدونی؟ یعنی واقعا همه چیز با والدینی بزرگ شدی که همه چی بهشون برمیخوره، بعد اون والد درونی شده یک والد حساسه، یه والدی که بلد نیست از منافع خودش دفاع کنه، بلد نیست حرف بزنه، بلد نیست احساساتش رو بیان کنه. خب بعد دوباره یکی از مسائل دیگه، در محیط‌هایی هستیم بزرگ میشیم که جایی برای بروز احساسات نیست، یعنی اصلا ما نمیدونیم این احساسات اصلا چی هستن، یک وقتی میان بالا چجوری اینا رو بخوام نشون بدیم، میدونین؟ مثلا اول دیگه بگیم که مثلا فلانی، نمیدونم منظورت چیه، این حرف تو منو شدیدا متاثر میکنه یا متاسف میکنه یا من رو الان عصبانی میکنه، بلند میشیم در میکوبیم میریم بیرون، شروع میکنیم گریه کردن، قطع رابطه میکنیم. یعنی در واقع فرهنگی که
به ما داده میشه، فرهنگی توش بزرگ میشیم، فرهنگ خانوادگی، فرهنگی نیستش به ما یاد میده که چطور ما بتونیم در قالب کلام بیاریم یه سری چیزها رو. اینم میتونه باعث زودرنج، چون در واقع احساس ناتوانی کردن، اینی که من از پس خودم بر نمیام. حالا فردی که فرض کنید من توی همچین محیطی بزرگ شدم، بعد شما احساس میکنید خب من یه زن مثلا بزرگ و بالغ هستم، با من دارین یه چیزی عنوان میکنین، بعد ببینید که من نشستم اینجا دارم گریه میکنم، بعد پیش خودت میگی که ایوا من مثلا چی گفتم، خب مثلا این آدم با این سن و سالش دیگه باید یه همچین چیز گنده واسش نباشه، در صورتی که درون اون کسی که گریه میکنه یه کودکی که بزرگ نشده، میدونیم یه دختر 8 ساله است، احتمالاً 5 ساله است. یه بخشی هم برمیگرده به اینی که افرادی هستن که نه که پدر مادر بدی داشته باشن یا که پدر مادر نامناسب داشته باشن، متاسفانه خانواده‌هایی که اینقدر در واقع اتفاق‌های تروماتیک افتاده توشون، اینقدر تروما بوده، مثلا فرض کنید شما دوران بچگیتون بوده، یه نفر از اعضای خانواده مثلا رفته شهید شده، مثلا مفقود الاثر شده برنگشته، یا مثلا زندانی بوده، یا یه تصادفی میشه، مثلا یک عروسی توی خانواده هست، یک اتوبوس مهمونا دارن از یه جای دیگه میان توی عروسی شرکت کنن، هنوز عروس و داماد هیچی از زندگی نفهمیده، باید برن سر خاک دیگران و فاتحه خونی بکنن. مثلا به عنوان بچه تو شما یه همچین شاهد یه همچین ماجراهایی بودی، آدمای دور و بر شما برای یه مدتی عملکرد خودشون رو به عنوان والد از دست دادن، عزادارن، گرفتارن، درگیر مسائل اقتصادیان، درگیر مسائل سیاسیان، پدر مادری که تو زندان بودن به خاطر عقاید سیاسیشون زندان بودن، بچه‌ای که یه ذره پدر بزرگ، یه ذره مادر بزرگ، یه ذره عمه، هر کی اومده توی واقعا در امنیت بزرگ نشدن، همه اینها میتونه رشد عاطفی رو در واقع ساعت درونی ما رو دچار اختلال کنه، رشد عاطفی رو دچار اختلال بکنه. یعنی ما یک زن 50 ساله باشیم ولی مثل یه بچه 16 ساله عمل بکنیم، احساساتمون، عدم تواناییمون در مدیریت احساساتمون میتونه مثلا مثل آدم 8 ساله باشه، مثل آدم 16 ساله باشه، علارغم سن بالایی که داریم. درنچه همه اینها میتونه باعث بشه که درجه حساسیت آدم‌ها رو در واقع تعیین بکنه توی روابط اجتماعی. گفتید که این زودرنجی یه جایی وقتی که حس ناتوانی بیاد و اون فرد بگه که من از پس این کار بر نمیام. حالا در بحث والد و کودک، ارتباط بین پدر مادر و کودک، خیلی مواقع مثلا والدین هستن که همه جا برای بچهشون حضور دارن، دعواش میشه تو کوچه، اون پدر یا مادره که میاد جدا میکنه، تو مدرسه مشکلی پیش میاد پدر یا مادر میاد. یعنی این حمایت همه جانبه که گاهی اوقات مثلا بی دلیله، این هم میتونه باعث شه که این اتفاق بیفته. ولی این بچه‌ها بین مثلا بین 2 تا 3 سالگی یه سنیه که بچه‌ها میخوان مستقل عمل کنن. حالا به انگلیسی میگن تریبل تو، واقعا 2 سالگی سنیه که خیلی پدر مادر بین 2 تا 3 سال خیلی مشکل دارن با بچه‌ها. گریه زیاد میکنن و چون خیلی خود نمیتونن بگن چی میخوان، نمیتونن مثل ما نمیتونن احساساتشون رو در واقع بیارن در قالب کلام. دنبال اتونومی هستن، در این حال میخوان کار انجام بدن نمیتونن، پسش برنمیان گریه میکنن. بعد این چقدر این بچه زر میزنه، چقدر این بچه گریه، چقدر زلزلوه، در حالی که این مرحله رشد بچه است. یعنی پدر مادر باید بتونن در کنارش باشن، بهش بگن که آه میبینم داری این کارو میکنی، سخته برات، آره این کار برات سخته، میخوای مامان بهت کمک بکنم. خب این یه چیزیه. ولی بعضی پدر مادرها هستن که اصلا یادشون میره که این بچه داره بزرگ میشه و به مرور ما باید تو یک زمینه‌هایی که مناسب سنشونه بهشون استقلال بدیم. مثلا فرض کنید حتی میتونه باشه که بین این مثلا اینی که مثلا این بولیز و این بولیز که دوتاشون هم لباس گرمی میخوایم بریم بیرون، کدوم رنگشو تو میخوای الان بپوشی؟ خب میخوای مثلا نمیدونم این شلوار رو پات کنی یا این شلوار رو پات کنی؟ میخوای مثلا به تو موز بدم یا سیب بدم؟ میدونی چی میخوام بگم؟ یعنی یه جاهایی به بچه این حس اینی که من میتونم انتخاب کنم، کنترل داشته باشم، چون بچه‌ها میبینید چیز پرت میکنن، دیدین چیز پرت میخوان، میبینن کنترلشون روی محیط اطرافشون چیه توی یه سنی. این بعضی هم میگن وای بی تربیت شده، نمیدونم اصلا دیگه حرف گوش نمی کنه، اصلا این طور نیست. اینی که ما به بچه کمک بکنیم و بهش بگیم میبینم که نمیتونی، میبینم که عصبانی هستی، میبینم از یه چیزی ناراحتی ولی نمیتونی بگی، آیا از چیزی هست ناراحت هستی؟ با اون چیزی که شما میگین که یه سری بچه پدرمادری هستن که ما اینجا یه اصطلاحی تو انگلیسی در واقع درست شده تو این سال آخر، میگن هلیکوپتر پرنتس، یعنی در واقع مثل هلیکوپتر بالاشون داره میچرخه بالای بچه هاشون، یعنی اصلا این بچه ها نفس میکشن تحت نظر، نفس کشیدنشون تحت نظر بچه هاست. متاسفانه تکنولوژی هم کمک نکرده، چون شما مثلا فرض کن بچه تو اتاقش میخوابید حواستون به بچه بود، الان مثلا من
پیش میاد که با مادر پدرای صحبت میکنم تو جلسه، حالا آنلاین هم هستیم دیگه، خب این تلفناشون هم همینجوری اینجا هست، دارن نگاه میکنن ببینن بچه، حالا یکی هم داره بچه رو نگه میداره، مثلا خونه بیبی سیتر هم هست، این بچه الان آه چی کار کرد، آه نفس کشید نکشید، تمام مدت دارن بچهشو مانیتور میکنن. و بچه وقتی میره مهد کودک امکان داره که بخواد معلم فقط و فقط به اون توجه کنه. من چند مدت پیش بود، 2-3 سال پیش بود مثلا فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، یه مطلب میخونم، من توی سوئد بود توی یکی از مدارس بود که معلم ها واقعا از پس بچه ها بر نمیان، چون بچه ها رو اصلا نمیتونن بهشون حرف بزنن، اصلا نمیتونن بهشون چیزی بگن، میدونی چی میخوام بگم، بچه ها اصلا طاقت تحمل شنیدن یک انتقاد، یک تقاضا از طرف معلم، مثلا یک تنبیه ندارن، چون بهشون بر میخوره، برای اینکه با مامان هیچ وقت نذاشتن که اینا سرخورده بشن دیگه، همه چی در واقع پرفکت برآورده شده. خب نمیشه، در نتیجه این مدل پرنتینگ، این مدل در واقع والد بودن از رشد و استقلال بچه که به مرور باید بزرگتر و بزرگتر میشه، مستقل تر میشه، جلوگیری میکنه. ولی سالهای کلیدی که پدر مادر باید نظارت داشته باشن نه کنترل، خب باشن برای اینکه بتونن بازخورد بدن نه مداخله کنن. مثلا دو تا بچه دارن با هم دیگه دعوا کنن، مثلا بگن که خب ببین الان یه دقیقه واسه شما میتونستین به جای این چه کار کنین، خب اگر این مثلا داره میخواد عروسک تو بگیره تو بهش نمیدی، فکر میکنی برای چی میخواد داره گریه میکنه، فکر میکنی دلش دل اونم خب میخواد یک سر پایین عروسک تو بازی کنی، فکر کنی که چجوری میتونی مشکل حل کنی، آها مهمترین چیز اینه. خب ببین الان مثلا اگه این نمیخواد با تو بازی کنه، خب مثلا چه احساسی داری، خب من ناراحتم فلانم اینا، خب فکر کنی که چجوری ما بتونیم مشکل حل کنی، فکر کنی اگه بری بهش چی بگی میتونه با تو بازی بکنه. کمک کنیم راه حل رو خودش پیدا کنه، کمک کنیم. مثلا بچه ها خیلی اوقات میگن که بچه ها وقتی میان سوال میکنن اول جواب سوالو ندیم، بگیم خودت چی فکر میکنی، به نظر تو چیه، خب یعنی بهشون کمک میکنیم فکر کنن. خب بعد مثلا میتونه این باشه، آفرین مثلا من اینم از یه زاویه میشه به این ماجرا اینجوری نگاه کرد، بعد مثلا خب جوابی که خودمون هم داریم میتونیم بهش بدیم، یه موقع ممکنه بچه‌ها حتی جواب رو پیدا کرده باشن، بلد باشن یه چیزهایی بگن. درسته. حالا افرادی که زودرنج هستن یا حساسن لزوما همه این آگاهی رو نسبت به خودشون دارن که زودرنجن؟ بعضیشون آره، البته اونایی که آگاه میشن دیگه میان پیش ما، احتمالاً میگن که چیزی که من مثلا میگم مشکل چیه، مشکل این که من اصلا نمیتونم با کسی رابطه داشته باشم. ببینید متاسفانه این میزان زودرنجی آدمای دیگه که مشاورشون که نیستن، که اطرافیانشون رو در واقع اطرافیان به مرور احساس میکنن که دور و برشون خالی میشه، چون واقعا برای اطرافیان سخت میشه که من اگه بخوام هی مثلا هی جون و کفا را برم که مثلا به اینها بر نخوره که مبادا ناراحت بشن، مثلا میبینین که رفت آمدا کم میشه، میدونین خیلی اوقات طرف دیگه تلفن نمیکنه به شما، یه جایی دور هم دعوت نمیشین، برای اینکه جوی ایجاد میکنین که همه رو در واقع راحتی رو از آدما میگیرین. به مرور روابط اجتماعی آدمایی هستن که سر کار مرتب مشکل دارن با همکارا، مرتب من دیدم هزار بار کار عوض میکنن، اصلا نمیتونن توی رابطه بمونن، چه رابطه کاری چه رابطه دوستی، هیچ چیز پایدار ندارن، روابط عاطفیشون همینطور. برای اینکه اون مدارایی که ما همه لازم داریم داشته باشیم، خب ببینید خیلی اوقات برداشتشون رو واقعیت تلقی میکنن، یعنی ممکنه مثلا فرض کنید من الان صدای باد بیاد، مثلا فرض کنید در راه رو بازه، در حیاتم بازه، ممکنه یه جریان هوایی بیاد تق در بسته بشه، من میتونم فکر کنم که ممکنه مثلا پنجره باز مونده، یه کورانی شده در بسته شده، فکر کنم یکی الان عصبانیه با عصبانیت کوبیده به در، میتونم فکر بکنم که مثلا چه میدونم یکی داره در یه دوزی داره در اومده توی خونه، من یادم رفته باشه که مثلا کلید کردم یکی اومده بدون اجازه من توی خونه، میتونم هزار تا چیز. حالا همه اینها بستگی داره به تجربیات من در گذشته، مثلا ممکنه شما مثلا توی مهمونی هستین، آدمای حساس اینطوری میشه، دو نفر آدم با هم دارن یه چیزی تعریف میکنن میخندن، اینا فکر میکنن به من خندیدن، داشتن در مورد حرف میزنن به من میخندیدن، چون احساس میکنن که حتما خوش لباس نیستن یا مثلا خوب نشسته بودن یا مثلا داشتن غذا میخوردن یه جوری غذا خوردن که اینا دارن اونو مسخره میکنن یا حرفی که گفتن دارن مسخره میکنن یا پشتش، میدونی، در صورتی که ممکنه شما اگر از اون میزان اعتماد به نفس و عزت نفس برخوردار باشین که مناسبه، یه خود نفر دارن میخندن، دارن با هم دیگه میخندن، چه خوب دارن با هم دیگه شوخی میکنن، اصلا چه ربطی داره به من؟ خب من بارها شده مثلا با آدم ها میگن که ما تو خیابون راحت نیستیم،
یکی به ما نگاه میکنه خوشمون نمیاد، میگن چرا؟ من میگم خب نمیدونم، حتما یه ایرادی ما داریم به ما نگاه میکنم. بعد من از طرف نگاه میکنم میبینم که نه تنها ایراد نداره، بلکه هم خیلی هم خوبه نگاه کردنش. بعد میگم که شما واقعا فکر میکنی شما ایراد داری کسی به شما نگاه میکنه؟ بعد برمیگردی میگه که آره. من یادمه یکیشون بسیار آدم خوشتی، بسیار خوش لباس، بسیار مؤدب، یک آدم خیلی خیلی مورد قبول واقعا اکثریت جامعه، خیلی حالش بد میشد که بهش نگاه میکن. بعد یه روز به من گفت میدونی وقتی که ما بچه بودیم، هر مادر من هر چیزی که اتفاق میافتاده میگفت شما چیکار کردین که با شما این کارو کردین؟ مقصر ببین خودت چیکار کردی، ببین خودت چیکار کردی. یعنی همیشه احساس میکرد که اگر هر چیزی اتفاق بیفته یک جایی رد پای اینا توی اون ماجرا هست، مقصر اونا. و همیشه میگه که اگر یکی داره به من نگاه میکنه حتما یه چیزی من میلنگه دیگه، حتما یه جای من صاف نیست، حتما نمیدونم یقم کجه، نمیدونم یه چیزی تو لباسم یه چیزی یه دیدم. مشکل از من در واقع همیشه. خب این در واقع حالا افرادی که زود میرنجن خیلی اوقات برداشت هاشون رو به عنوان واقعیت اون ماجرا میگیرن متاسفانه. و حتی من بیام حتی مثلا فرض کنیم ممکن من یه چیزی بگم اصلا اشتباه باشه، خب خیلی وقت پیش میاد کسایی که مثلا فرض کن تو تلویزیون میری لایو هم هست، امکان ادیت شدن هم نیست، یه چیزی میگه من مثلا خدای این کارم واقعا ضرب المثل و از اوقات میگم برادر من میگه تو خدا ضرب المثل رو نگو بخاطر اینکه یه جاش همیشه اشتباه میگی، و خودش کلی میخنده. منم میدونم که اشتباه میکنم، خودم باهاش میخندم، میگم راست میگی، دفعه دیگه سعی میکنم نگم، ولی بازم یادم میره تکرار میکنم بعد میگم. باشه میگم حالا مسئله اتفاق نه چیزی اتفاق نمیفته که حالا مثلا یه کلمه این ورانور شده خیلی بامزه است، اتفاق خاصی نیفتاده، پیش میاد، میدونی چی میخوام بگم. حالا با این آدم ها بعض اوقات باید این کاری کرد، مثلا به بچه ها یه ذره مثلا باید بهشون یاد بدیم که یه چیز اصلا اشتباه غلط انجام بده، یه چیزی خراب کن بخند، خودت هم به خودت بخند، بگو اشکال نداره این کار من خراب کردم، مهم نیست. آدم همه چی رو قرار نیست درست انجام بده، همه چی قرار نیست پرفکت انجام بشه. برای اینکه مشکل اینها هستش که یک ایدئالی تو ذهن خودشون از خودشون تعریف کردن، اون وقت چون مرتب خودشون با اون ایدئال مقایسه میکنن همیشه کم بود میکنن به خودشون، بله دیگه، به خودشون احساس بدی دارن برای اینکه خودشون رو با یک چیزی مقایسه میکنن که واقعا شاید نباید بکنن، برای اینکه اصلا اون چیز وجود نداره، اون چیز انقدر ایدئاله که تو رویاهاست نیست، تو زندگی واقعی آدما نمیتونن اونطوری باشن، همه اشتباه میکنن، همه خطا میکنن، همه ممکنه در یک چیزی ضعیف باشن، یک کاری رو بلد نباشن، تو یک چیزی انجامش مشکل داشته باشن. این دلیل بد بودن یک نفر نیست. من میخوام کامنت ها رو باز کنم تا دوستان بخوان سوالشون یا نکتهشون رو بنویسم. یه سوال دیگه از شما دارم تا بقیه بنویسن، اگر چیزی هست دوستان بنویسید. برای حالا این نوع برخورد با کودک رو گفتین، حالا برای بزرگسال یا کلن برای درمان لازم داره و اینکه باید چی کار کردش، آیا صرفا تراپیه که میتونه جواب بده؟ نه، من فکر میکنم اگه ما در سن بچه های کوچیک داریم میتونیم واقعا پیشگیری کنیم، میدونین مثلا خودمون یه موقع جلوشون اشتباه کنیم، تشویقشون کنیم که یه چیزی رو خراب کنن، بعد خودشون به خودشون بخندن. خیلی اوقات مثلا فرض کنین اگر بچه‌ای داره یه چیزی وقتی به سن داره مثلا گریه میکنه یه چیزی، مثلا میتونیم بگیم که چی شد، مثلا نتونستی این کارو انجام بدی، خجالت کشیدی، چرا خجالت کشیدی؟ خب مثلا بچه میره تو اتاق مثلا میگه که من نمیخوام تو تاریکی، خیلی اوقات هستن بچه‌ها من نمیخوام تاریکی بخوابم، بعد پدر مادر میگن نه تو تاریکی چیزی نیست، برای چی؟ هیچ کی از تاریکی نمیترسه، برای چی باید بترسی؟ وقتی تو اتاق تو تاریکی دراز کشیدی چه چیزی تو رو میترسونه؟ چه اتفاقی میفته که تو میترسی؟ آیا فکر می‌کنی دوستای تو میان مدرسه میگن آره ما مثلا تو اتاق تنها نمیخوایم از تاریکی میترسی؟ تاریکی چه چیزایی میتونه؟ مثلا این ترس تو چقدر گنده است؟ اگه یه رنگی می‌خواست باشه چه رنگی بود این ترس و چه رنگی رنگش می‌کردی؟ می‌دونی چی می‌خوام بگم؟ فکر کنی چیکار کنی که نترسیم؟ مثلا می‌خوای مثلا قبل از اینکه چراغ خاموش کنم مثلا پس من تو خوابت برای یه چراغ خواب اینجا روشن باشه. یه خود بچه‌ها رو به فکر واداشتن. آره. چطوری بتونیم؟ چطوری بتونیم؟ وارد این ماجرا کنیم. یعنی نذاریم. چون بچه با این حساسیت‌ها بره تو جامعه، ما این که الان سعی میکنیم که خودمون تطبیق بدیم تو جامعه دیگه، معلم که نمیتونه این کارا رو بکنه، سی تا بچه است، نمیتونه که به هر کدومشون تک تک بپردازه، به ترساشون، به نگرانیاشون. میره توی رابطه عاطفی، طرف مقابلش مامانش نیست، باباش نیست، مامان بابام تو یه سنی میتونن تحمل کنن که بچه‌هاشون اینجوری باشن. خب فکر میکنه با یه آدم بالغ اومد تو رابطه، انتظار یک آدم بالغ ازش داره. در نتیجه سعی کنیم که یاد بگیرن که خودشون رو
من این کار اشتباه کردم، خودشون به خودشون بخندن حتی، یعنی اشکال نداره من این کار کردم، چه اشکالی نداره. اتفاقا سوال یکی از دوستانم که نوشتن اینه که حالا شناختن زودرنجی رو متوجه شدیم، ولی مثلا در 25 سالگی باید براش چی کار کنیم؟ شروع کنیم یه سری کارا رو یه سری خودتون تغییر بدیم، یعنی به من فکر کنم به خودتون رو به خودتون اجازه بدید که یه سری جاها واقعا اون چیزی که دوست داشتین نبودید نباشید، خودتون باشین، به خود خودتون اجازه بدید که باشین، حتی اگه اشتباهه، حتی اگر یه چیزی گفتین که خنده داره، دیگران خندیدن باهاشون بخندین. یا بگین یه مثلا چه چیز بامزه یاره، چقدر بامزه شد که من اینو به جای اینکه اینو بگم اونو گفتم. این تمام شد صحبتتون رو؟ نه نه من میگم که اگر بستگی داره چه چه درجه هایی باشه، مثلا شما یه موقعی درجهش باعث اینکه یه ذره اذیت میشین، دیگران اذیت میشن، یه موقعی هستش که واقعا اینقدر درجهش زیاده که زندگی شما روابط شما رو مختل کرده، شما مدت هاست دیگه با کسی اصلا ارتباط ندارین، کسی دیگه با شما ارتباط نداره، یه جایی به جایی رسیده که دیگه من واقعا فکر میکنم کمک حرفه‌ای احتیاجه، واقعا کمک حرفه‌ای احتیاجه. ولی اگه در درجه‌ای باشه که قابل هنوز، یعنی اینقدر در واقع زندگی شما رو مختل نکرده، بعضی اوقات با اینی که آدم کتاب بخونه، ویدیو ببینه، سعی کنه مطالعه کنه، سعی کنه با یکی در مورد صحبت کنه، دنبال راهکارهایی باشه که خودش بتونه کمک بکنه، میتونن واقعا کمک بکنن با خودشون با همین چیزهای کوچیک. پرسیدن که خودشونو توصیف کردن که آدم زودرنجی هستن و میگن که با ناسپاسی آدمهای دور و برمون چه کنیم. شاید بشه این رو من چند وقت پیش داشتم فکر کنم این آخه آیا این ناسپاسی در واقع برداشت ایشونه یا واقعا، چون ممکنه من یه چیزش ناسپاسی بدونم که برای یه کسی دیگه ناسپاسی نباشه. ببین من چون فکر میکنم خیلی اوقات مثلا وقتی ما با یک مشکل عزت نفس و اعتماد به نفس داریم، خیلی اوقات دلمون میخواد که اون من کاذبه، اون خود کاذبه خیلی رشد بیشتر کرد. در واقع خیلی میخوایم به دیگران سرویس بدیم، میخوایم پرفکت باشیم، حواسمون به دیگران باشه، به دیگران توجه میکنیم، به دیگران بعد اینقدی که توجه میکنیم، اینقدی که انرژی میذاریم، دیگران شاید اون رو به ما بر نمیگردونن. اون وقت این یک جور ناسپاسی در واقع برداشت میشه. یعنی طرف فکر میکنه ما دوست داریم اینجوری باشیم، خب، یا اینکه علاقه مندیم که این برخورد داشته باشیم، ولی ما انگار که در واقع اون خود کاذب است که ما رو میبره جلو. متوجه هستیم؟ حالا یه چیزی که شاید من یادم رفت در ابتدای بحث بگم، خب خیلی ها بعدن به ما به این بحث پیوستن، اول بحث نبودن، اینه که در واقع وقتی که اون من خود کاذب شروع میکنه به روش کردن، یه چیزی ناخودآگاه، یعنی یه بشه تصمیم نمیگیری که اه اه الان این چیزی که من هستم این الان مورد قبول پدر مادر من نیست، پس بهتره که من تظاهر کنم به چیزی که نیستم. نه، اصلا ما متوجه نمیشیم. خیلی اوقات ما فکر میکنیم ما اینجوری هستیم، اصلا خودمون اینجوری تعریف میکنیم، یعنی فکر میکنیم که آگاهانه اینطوری هستیم، در صورتی که ناخودآگاه ما رو به سمتی سوق داده که در واقع سیاستهایی رو اتخاذ کردیم که بتونیم مورد پسند مورد قبول واقع بشیم. اگر در شرایط دیگه بزرگ میشدیم اون اتفاق نمیافتاد، متوجه هستیم؟ ولی اون ما به عنوان پرسنالیتی خودمون میدیم، نشه پرسنالیتی ما نیست، نمیبود اگر چنانچه در چنین شرایطی قرار نمیگرفتیم. یعنی در واقع ویراج دادن از سمت خود واقعی به خود کاذب یک پروسه و یک روند غیر چجوری بگم ناخودآگاه، غیر خودآگاهه، خودآگاه ما درش دخیل نیست. ما بدون اینکه دیگران از ما بخوان به صورت مستقیم، خب غیر مستقیم فکر میکنیم که یه چیزی توی هوا هست که ما باید خودمون تطبیق بدیم با اون شرایط. در نتیجه وقتی که ما یک من غیر واقعی، یک خود غیر واقعی رو دیولپ کردیم، خب این میتونه باشه کسی باشه که مثلا عادت کرده که خیلی به دیگران برسه، خیلی به نیازها، مثلا دیدیم میگن شخصیت مهرطلب، نمیدونم، خب خیلی خود دیگران بذاره جلو، خودش بذاره عقب، مثل همون کسی که در واقع نیاز بچه‌ای که نیازها رو خوشنودی نمی‌دونه، میگه نه من اصلا نیاز ندارم کسی به من بغل کنه، گریه می‌کنم که می‌کنم، خودم با ساکت کنم، گریه هم نباید هیچ کی ببینه. و بعضی زمان میگن که ما اصلا آدمای خیلی بسیار قوی هستیم، اصلا احساسات، نه دلیل نیست که تو قوی باشی، تو یاد گرفتی که احساساتت نشون ندی، برای اینکه احساساتت رو اگر نشون دادی و بهت نرسیدن، اینقدر بهت در واقع یک آسیب روحی، آسیب احساسی زدن که در واقع حمایتی که از خودت، یعنی اونجوری از خودت مواظبت میکنی که دیگه سرخورده نشی. و
و در واقع نشون ندادن نیازها، نخواستن چیزی، نه برای اینکه تو دلت میخواد به دیگران چیزی بدی، میترسی دیگران به تو چیزی برنگردونن که تو چیزی نمیخوای ازشون، برای اینکه سرخورده میشی، برای اینکه دردت میاد. میدونین؟ برای همین توقع و اینا یه جور ارتباط داره نه؟ یعنی اصلا توقع رو من فکر کنم کلا شاید بشه با راجبش صحبت کرد که این متوقع بودن چیه و از کجا میاد نه؟ خب وقتی داریم اون توقع رو مدیدی که بخوایم توضیح بدیم مثلا پس کن یه آدم خودشیفته همیشه احساس میکنی که من یعنی باید تمام دنیا سر فرود بیارن در مقابل من اینی میخواستم تو نبودی، من اینو احتیاج داشتم تو نکردی، تو چطور به من نرسیدی، چطور من ندیدی، میدونی؟ اینا هم هست دیگه. بس دیگه داریم توقع رو از دید کی ببینیم، از دید از چه زاویه بهش نگاه کنیم. یه سری دوستان نوشتن که باید چطور برخورد کرد با افرادی که زود رنج هستن. ما توبت کردیم در طول این ویدیو، خواهشن بحث رو از اول بله دنبال کنن، پرداختیم. حالا من ویدیو رو سیف خواهم کرد، میتونن دوستان ببینن، شاید جواب بعضی سوالاشون رو بگیرن. حالا توی بخش سوالا یه بخش دیگه که هست که توی عموم نمیاد، چند نفر از دوستان سوال پرسیدن. یکی پرسیدن که 6 ماهی هستش که از همسرشون جدا شدن و با پسرشون زندگی میکنن. البته ننوشتم پسرشون چند سال است یا چند وقت است، ولی احساس میکنن که پسرشون زود رنج شده پس از این طلاق و این 6 ماه. این طبیعیه نیست؟ چی کار باید بکنن؟ بله بله، ببینید اکثر اوقات میتونه زودرنجی بعد از یک اتفاق، مثلا فرض کنید یه اتفاق، یه از دست دادن کسیه. ببین مثلا برای بچه‌ها تغییر خیلی سخته، بچه باید روتین داشته باشه دیگه. مثلا هر تغییری میتونه باعث بشه که تو خلق و خوشون یک تغییری ما ببینیم، و حالا این میتونه پرخاشگری باشه. مثلا این زودرنجی میتونه در قالب پرخاشگری بیاد، در قالب افسردگی بیاد، خمودی بیاد، اینکه یکی مثلا خودش رو در واقع اصلا نخواد بیان کنه، گوشه‌گیری و گوشه‌نشینی بشه یا پرخاشگری بشه، یا اینکه واقعا کوچکترین چیزی اشکش سرازیر بشه. کاملا طبیعیه. من واقعا فکر میکنم که سعی کنن که باهاش صحبت کنن، و اگه با پسرشون توی هر سنی هستن صحبت کنن، که من میبینم که یه مدتی که خیلی خیلی چیزها مثلا تو رو زود ناراحت میکنه، خیلی احساس میکنه که بچه زندگیش از کنترلش خارجه دیگه، یه جورایی به احتمال قوی اون دخیل نبوده توی تصمیمش. آره، یا اینکه مثلا ممکنه احساس کنه که مثلا با مامان من بسیار دلیل جدایی چی باشه. خیلی از بچه‌ها فکر میکنن پدر مادر ما اگه بچه دار نمیشدن هیچ وقت جدا نمیشدن، مثلا سر نظم بچه، سر دوستای بچه، سر نمیدونم مدرسه که باید بچه بره، سر نمیدونم لباس پوشیدن بچه، دوست دختر دوست پسر داشتن بچه، همه اینها میتونه در واقع عامل جدایی سرشون. 10 سالشونه. من واقعا فکر می‌کنم میتونم باهاشون یه گفتگو داشته باشن، بپرسن که من می‌بینم که تو خیلی اوقات یه چیز زود زنجی، یه چیزی تو رو زود اذیت می‌کنه، چه چیزی تو رو اذیت می‌کنه، می‌دونی این چیزی تو رو اذیت می‌کنه چه جوره، من فکر می‌کنم برات بتونم چه کار بکنم، تو فکر می‌کنی چه کار می‌تونی بکنی، بابا می‌تونه برای خودت چه کار کنه. چون شاید مثلا من نمی‌دونم جدایی در چه شرایطی اتفاق افتاده، ممکنه مثلا پدر مادر در شرایط خیلی بدی هستن جدا شده باشن، و بچه احساس کنه که اگه به مامانش بگه من دلم برای بابام تنگ شده، با مامانش ناراحت بشه، احساس کنه باباشو بیشتر دوست داره، بعدی داره بچه پیش کی زندگی بکنه. متوجه هستین خیلی از بچه‌ها ممکنه اصلا نشون ندن که دلشون برای دیگری که دیگه نیست خونه رو ترک کرده نگران شدن، اترس این که مبادا مثلا مامانم یا بابام ناراحت بشه، یا اصلا مامانم یاد جداییم بندازم. ممکنه مثلا با مادری شما زندگی بکنی که مامانت نمیخواست جدایی، بابا گذاشته رفته، و الان خیلی اوقات مثلا همش نگرانی که میبینی که مامان خودت هم مثل خودت ناراحته، و اصلا نمیتونی مثلا بگی دلم برای بابام تنگ شده، نمیتونی بگی که مثلا میشه من برم مثلا بابامو ببینم، زنگ بزنم که من مثلا تلفنی باهاش صحبت کنم، چون بین اینا اختلافه و مامان ممکنه اصلا در نتابه یه همچین تقاضایی تو رو. درنچه دلیل زودرنجی رو باید پیدا کنن فقط با گفتگو با بچه، و اگر دیدن که در واقع روی بچه داره خیلی تاثیر میذاره، مثلا روی مدرسه، روی درسش، روی روابطش، شاید بچه راحت نباشه با خودش صحبت بکنه، یه چند جلسه با یه نفر که کارشینه ببرن صحبت کنه بچه‌شون. چند تا سواله که ما تقریبا البته یه ربع دیگه بیشتر وقت نداریم، ولی یکی از سوالایی که پرسیدن و خواستن حتما مطرح بشه اینه که چرا آدم ها گاهی احساس میکنن از درون احساس کوچکی میکنن؟ من متوجه شدم، گفتم شاید شما بدونین منظورشون چیه. من اگه در درون احساس همون برمیگردیم به عزت نفس پایین داشتن دیگه. یه موقع برمیگرده به عزت نفس پایین. ببین احساس کوچکی بودن، اگه خواهشان این بحث رو، من احساس میکنم خب خیلی ها ما وقتی بحث کردیم 12 13 نفر 20 نفر بودن، الان من میبینم تعداد کسایی که دنبال میکنن بیشتره.
اگه بس رو دنبال کنین، این احساس کوچکی یه چیزی نیستش که یک دفعه ایجاد میشه، یه چیزی هستش که شما در اولین ماه و سالهای بچگیتون در واقع توی شما شکل گرفته. فرض کنید یه بچه ای به مادرش میخنده، مادر افسرده است و این خندهش رو بر نمیگردونه بهش، همینطور ما تو مبکی دار به بچه نگاه میکنه، بچه ممکنه به مرور به این کنید من آدم ارزشمندی نیستم، مامانم با دیدن من خوشحال نمیشه، وقتی من میبینه اخ کرده، از داشتن من ناراحته، من آدم به اندازه کافی خوبی نیستم. میدونی چه میخوام بگم؟ و این خودش دلیل کوچکیه. توی جمع سعی میکنه خودش رو مخفی کنه، نظر داره، حرفی نزنه، احساس کنه کسی که دوست نداره نظر منو بفهمه، کسی نظر منو بدونه، چه ارزشی داره نظر من در مقابل نظر دیگران. به عنوان یک آدم بی‌ارزش در واقع خودش تجربه کنه، در حالی که اصلا آدم بی‌ارزشی نیست. درسته. یکی از دوستان تجربه خودشون نوشتن که پدرشون 14 سالگی از دست دادن و تمام این اتفاقات احتمالاً زودرنجی و همه اینا بعد از اون برشون اتفاق افتاده، مادرشون معلم بوده، همیشه گرفتار بوده و مثل این که تجربه مراجعه به روانپزشک هم داشتن ولی زود خسته شدن ولش کردن. در واقع اون تجربه شما توی یه بخش از صحبتتون امروز اشاره کردین که تجربه زیسته، حالا تروماهای بزرگ یا اتفاقایی که از دست دادن باشه، بله. دست دادن ها میتونه از دست دادن. من فکر می‌کنم وقتی شما به طور ناگهانی یک دفعه در سن 14 سالگی بعد پدرتون از دست بدین، اون تروما باعث میشه که اول از همه سیستم رشد یک خانواده رو مختل میکنه. یعنی یه خانواده، از اوقات شما واقعا وارد خونه میشین احساس میکنین که انگار زمان تکون نخورده، آدما پیش شدن ولی زمان زمانی که اتفاق افتاده هنوز، یا مثلا انگار که تازه اتفاق افتاده، دو سه سال اتفاق افتاده، برای اینکه پروسس نشده تروما. خب و تروما هم سیستم رو در واقع، مثلا خانواده‌ای هستن که خیلی سیستم های بسته میشن، خیلی وقت توشون بحران ها بعدن زیاد میشه به خاطر اینکه آدم های اون تو احساس خفگی میکنن دیگه، سیستم نتونست خوش با دنیای بیرون تطبیق بده. یا و همین که خود انسان از نظر درونی در واقع رشد عاطفیش به خاطر ضربه سخت که خورده دچار تروما میشه. یعنی ممکنه یه زن 38 ساله است ولی مثل یه بچه 14 ساله عمل میکنه. من واقعا بارها شده آدم هایی که باهاشون کار میکنم مثلا بعد از یه مدتی برمیگردن میگن که من احساس میکنم دارم بزرگ میشم، یا مثلا وقتی من مثلا میگم که خب ما یه مدت ما داریم همدیگر میبینیم، به نظر تو چه تغییری، چه چیزی از این جلسات تو گرفتی؟ من میگم ما داریم ما بزرگ شدیم. خب حالا من میگم اگر ما 38 سالمونه در 14 سالگیمون اتفاقی افتاده، فکر میکنیم 20 سالمونه به جای 38 سالمون بمونه، نباید همه این سالها بریم تراپی تا بشه 38 سالمون. بعضی اوقات واقعا یه دوره تراپی میتونه کمک بکنه که اون جایی که یه بلوکاژ هست، میدونین، اون مانع و صد رو برداره و در واقع یه روغنکاری بشه ساعت درونی شما، شما بتونید دوباره ساعتتون را بیفته و رشد کنین، برین جلو. برای اینکه اون چیزی که شما رو باز می‌داشته از رشد رو پیدا کردین، در موردش حرف زدین و راهش انداختین. در نتیجه اگه 10 سال توی رشد عاطفی یکی در تأخیره، قرار نیستش که مثلا 10 سال بره تراپی تا اون درست بشه. ممکنه مثلا با یک سال رفتن، با چند ماه رفتن، بستگی داره به تراپیست، بستگی داره به اینکه چقدر زود اون پیدا بشه دلیل اون در واقع بلوکاش، این مسئله حل بشه و آدم ها واقعا رشد طبیعیشون بکنن. یه چند نفر، یکی از دوستان نوشته که هر جور که هر وقت که میخواد صحبت بکنه سری گریهش در میاد و نمیتونه جواب کسی که باعث رنجشش شده رو بده. یکی دیگه از دوستان نوشتن که خواهرشون خیلی فرد زودرنجیه و همه سعی میکنن مراعاتش کنن و نمیدونن چه برخوردی داشته باشن. من فکر میکنم که اگه این ویدیو رو از اول ببینن این دوستان میتونن جواب من به اون سوال اول، من میگم وقتی شما توی شرایطی هستین خب که برخوردی میکنین که فکر میکنین مناسب سن شما نیست، شما میتونید یه جور دیگه برخورد کنید، ولی مثلا من چرا جواب طرفو ندادم؟ من میتونستم جواب طرفو بدم، هیچی بهش نگفتم، طرف من توهین کرد، من هیچ نجه نگفتم، طرف من بی‌احترامی کرد، من هیچ نمیدونم. منظور من نیست که بپرید بزنی یکی رو، بتونید یک برخورد مناسب بکنید. یا مثلا متوجه نشدم که داره سرم کلا میره، متوجه نشدم که داره از من سوء استفاده میشه تا این رابطه عاطفی، رابطه دوستی. خب من همیشه میگم که وقتی یه جایی قرار گرفتی که احساس میکنی که اون کاری که باید میکردی نکردی، چند سالت بود، چند سالته؟ خب خیلی اوقات هستش که مثلا یکی میگه که مثل یه دختر چند ساله‌ای، مثل یه پسر چند ساله‌ای، مثلا فرض کنین 14 سالم، تو 14 سالگی چه اتفاقی افتاده؟
14 سالت بود؟ چه ذره 14 سالگی تو منده بود؟ چی کار میکردی 14 ساله بودی؟ چی بود؟ کجا بودی؟ مدرسه چطور بود؟ معلم چطور بود؟ دوستا چطور بودن؟ پدر مادر چطور بود؟ خواهر برادرت با چطور بودن؟ کجا زندگی میکردی؟ مهاجرت کرد مثلا چه میدونم مهاجرت کردی؟ چند سال از مهاجرتت میگذشت؟ پدر مادرت اومد مهاجرت کردن زبان اونجا رو بلد بودن نبودن کار داشتن نداشتن شرایط اقتصادی خانواده چطور بود؟ این چی میخوام بگم 14 سالگی چی بود؟ چه اتفاقی افتاد تو 14 سال؟ چرا تو 14 سالگی بودی؟ و میتونن پیدا کنم خودشون دلیل. البته من نمیتونم حلش کنم. باید شاید کمک بگیرن اگر واقعا یه چیز خیلی مهمی پیدا بشه اون زیر به عنوان دلیل. یکی از دوستان خواستن راجع به HSP آدم های بسیار حساس صحبت بود. بله اون یه چیز دیگه است وقتی بحث میکردم. بله اون خیلی هستش که در واقع اون بر میگرده به ژنتیک آدم ها و واقعا 15-20% پوپولیشن آدم های دنیا اون رو دارن و این حساسیت به همه چیزه. مثلا صدا، مثلا بچه هایی که میبینی یه صدایی میشه گوششون رو میگیرن، به نور حساسن، به صدا حساسن، به یه سری هوا حساسن، به یک جوی ممکنه حساس باشن، به یه سری حرفا حساس باشن. اون واقعا یک کاندیشنه که خیلی اوقات در واقع چی میگن برمیگرده به ساختار مغز آدم ها، به در واقع به نورولوژی برمیگرده، به مدلی که در واقع به بیولوژی آدم ها برمیگرده. ما اینجا فقط بحثمون در مورد مسائل و تجربه زیستیه بیشتر، ولی اون یه کاندیشنی هستش که میتونن سرچ کنن در مورد چیز بخونن، شاید هم یه زمانی فرصت بکنیم در مورد صحبت کنیم. ولی واقعا اون در تیپ یه کاری یک پزشک شاید بیشتر باشه، یا کسی که مثلا نوروساینس خونده رشته تحصیلی من نیست. من یه دو تا دیگه سوالی که سریع میپرسم، ما 8 دقیقه وقت داریم. یکی از دوستان پرسن همدردی بیش از حد با دیگران هم میتونه مشکل ساز باشه، احتمالاً ایجاد زودرنجی بکنه. خب ببینید اون همون سوالی که شما قبلا کردین، یه ویژگی این افراد اینه که یه مقدار زیادی هم مثلا از نظر احساسی هم مرز نمیتونن بذارن، یعنی دردی که میشه درد اینا، یعنی زیادی حساسن، یا اصلا نمیتونن بشنون یه سری چیزها رو. ولی یه موقعی همدردی، ببین من همدردی زیاده هست حد و دیگه اسمشو همدردی نمیذارم، همدلی میذارم، آیدنتیفیکیشن میذارم، همزادپنداری. متاسفانه بعضی از افراد اینقدر در همدلی و همدردی میرن جلو که فکر میکنن اون آدم خودشونه و کاری رو برای اون آدم میکنن که اگه خودشون اون مشکل داشتن و بعد جواب نمیده، میدید بعد اذیت میشن، هم اون طرف رو اذیت میکنن هم خودشون اذیت میشن، خودشون خیلی اذیت میشن. دانش فرض کنید چرا هر کسی نمیتونه کمک کنه به شما وقتی که مثلا فرض کنید یه کسی رو از دست دادین، ممکنه به دوستتون نتونین حرفو بزنید، نمیتونین درد دل باهاش بکنین، نمیتونین از خواباتون از کابوسایی که میبینین. چرا میرین پیش یک روان درمانگر؟ چرا میرین پیش یک مشاور؟ و اینکه میتونه بلده که تا حد همدلی و همدردی با شما میاد، خودش رو ممکنه اون هم یه کسی رو از دست داده، ممکنه شما باباتون سرطان گرفته اونم پدر سرطان گرفته مرده، ولی نمیاد با شما روشن گریه کنه، نمیاد دست شما رو بگیره. من یادم یه خانمی یه زمانی میدیدم به من گفت که من اولین تجربه مشاوره من شما نیستی، من خدا نمیدونم حفظشون کنه، یه مشاوره تو ایران داشتم، وقتی میرفتم بعد از عروسیم با مادر شوهرم مشکل داشتم، میشستم باهاش صحبت میکردم، دست من دو تایمون میشستیم زار زار گریه میکردیم. بعد من حتی مونده بودم ای مگه میشه آدم بره پیش مشاور؟ یا مثلا فرض کن اگه یه مشاور شما میری داری میگی که مثلا من نمیدونم افراد خانواده من زندانی شدن، شکنجه شدن، یا اصلا خودم زندانی بودم شکنجه شدن، بعد هی برگرده بگه وای مگه میشه همچین چیزی، یا مثلا شروع کنه مثلا چه میدونم اصلا به هم بریزه گریه کنه، میدونید یک به حدی در واقع احساساتش رو بریزه بیرون که شما اصلا پشیمون میشی که این حرفو چرا بهش زدی، یه ایداد بیداد من حالا باید یک بریم آروم کنه. برای همین یک مشاور فقط میتونه همدلی و همدردی داشته باشه، نمیتونه بیاد بشینه با شما گریه کنه. من نمیگم یه موقعی مثلا شما اینقدر یک روایت دردناکیه، شما هم یک انسانی. من شده بعضی وقت واقعا اش توششم جمع شده و میگم اینقدر من تحت تاثیر حرف شما قرار گرفتم که الان منم احساسی شدم، اش توششای من جمع شد، چون دروغ که نمیشه گفت طرف دیده اش توشش من جمع شده، ولی من نمیشم بشینم باهاش زار گریه کنم. متوجه هستین؟ بله. در واقع اون کسی که در این در واقع خیلی از آدم‌ها هستن که در واقع مرز بین همدلی و همدرد رو با همزادپنداری یک مقدار اون مرز رو رد میکنن و در واقع خراب میشه کار، هم خودشون آسیب میبینن هم برای اون طرف مقابل در واقع دردسر میشه.
ما باید یه بارم راجع فکر کنم مرز گذاشتن و اینها صحبت کنیم، موضوع خیلی همه مشکلات از همه عدم اینم نوشتم نداشتن مهارت در مرز گذاشتن. بله متاسفانه خیلی خیلی موضوع مهمی، هممون شاید به نوعی هر کدوممون درگیر باشیم. آخرین سوالو میپرسم ازتون، این که فکر کنم خوبه راجع به صحبت کنیم، در واقع سوالشون راجع به مادری هستش که بالای 70 سال سن دارن و از اول، حالا از نظرشون نوشتن، از اول زود بهش برمیخورده، زود رنج بوده و کوچکترین حرف تلخی از دیگران را همیشه به خاطر سپرده. البته کلا فکر میکنم راجع به افرادی که مسنتر هستن وضعیت متفاوت باید باشه. خب ببینیم، من میگم که اگر ما بگیم که همین چیزی که من گفتم، اگه یه نفر یه چیزی شما بهش میگی و میرنجه و این سیستم دفاعیشه، نه اون دفاع از اون در واقع چجوری بگم عقیدش یا اون چیزی که داره در مورد صحبت میکنه، حالا سبک زندگیش یا هر چیز دیگه، مکانیسمای دفاعی بعد از یه مدتی که ما ازش میشه استفاده میکنیم دیگه کاربریشون رو کار از دست میدن. یعنی واقعا، و من فکر میکنم خب به هر صورت آدم‌ها وقتی سنشون بالاتر میره حساس‌تر هم میشن، یک بخش برمیگرده در واقع به پروسس ایجینگ، در واقع به چی میگن، به سن کهولت رسیدن، به پیر شدن، در واقع خیلی حساسیت دارن بخاطر این تجربه زیستیشون هم اینقدر زیاده که هر چیزی که به یه چیزیش بالاخره یادشون میاد. میدونی چی میخوام بگم؟ حساس‌تر میشن برای اینکه احساس میکنن که به درد چیزی نمیخورن، میبینن که داره توانشون کاهش پیدا میکنه، احساس میکنن که اونجوری که میتونستن به کارهای خودشون برسن نمیتونن برسن، اون جوری که میتونستن دیگران رو جمع جور بکنن نمیتونن برسن. خیلی اوقات در واقع بازم برمیگرده به اینکه به خودشون کردیت کمتری میدن. متوجه هستین؟ خیلی وابسته تر میشن و افرادی که دور و برشون هستن، در چه ممکنه خیلی چیزها زودتر اونها رو حساس بکنه. این یه بحث اصلا کاملا جداگانه هست، من نمیخوام چیزی بگم که در واقع ناتمام بمونه در انتهای بحث ما، سعی کنیم توی بحث ما بمونیم، ولی این میتونه یک بحث جداگانه باشه که یکی از برنامه‌ها رو اختصاص دادیم بهش. اینم نوشتم اینو با هم دیگه. حالا من چیزایی که یادداشت کردم براتون میفرستم. یه سری دوستانی که پرسیدن چطور برخورد کنن با افراد زودرنج یا خودشون حس زودرنجی دارن، این برنامه کامل یک ساعت در این مورد بوده، میتونید وقتی که سیف شد از روی صفحه ایران وایر یا صفحه بعدن خانم پرعبدان رو صفحهشون خواهند گذاشت، میتونید پیگیری کنید، از اول برنامه رو ببینید. توی این بحث موضوع توی صحبت دوستانم بود اعتماد به نفس و عزت نفس مطرح شد، ما در مورد عزت نفس و اعتماد به نفس یک ساعت مفصل جداگانه صحبت کردیم، اون رو هم میتونید در هم صفحه خانم پور عبدالله در اینستاگرام هم ایران وایر پیدا کنید، اون رو هم ببینید که چه چیزهایی که چطور میتونیم عزت نفسمون رو در واقع برگردونیم یا چه عواملی باعث تضعیف عزت نفس و اعتماد به نفس میشه. ممنون از اینکه با ما بودید. من جمله پایانی همیشگیمو بگم، اگر از اهالی رسانه هستید یا از گروه های اقلیت های مذهبی، میتونید به آدرس ایمیل مشاور@iranwire.com که می نویسم روی ویدیو میذارم ایمیل بزنید، پیغام بدید و از خانم پور عبدالله وقت مشاوره رایگان بگیرید. امکانه که ایران وایر برای این دو گروه ایجاد کرده. اگه سوالی دارین، اگه موضوعی هست که میخواین راجبش صحبت بشه، لطفاً خواهشاً بنویسین، در کامنت ها بنویسین، در شبکه اجتماعی ایران وایر میتونین بنویسین، ایمیل بزنین و ما هر هفته که برنامه داریم هر بار راجع به یکی از این مسائلی که شما به ما گفته باشید هم حتما صحبت خواهیم کرد. اگه صحبتی دارین خانم پور عبدالله. مرسی آیه جان. نه من فقط می‌خواستم بگم که گفتگوهای من و شما تقریبا یک ساله شد، ما الان ماه سپتامبر سال گذشته شروع کردیم سه شنبه ها رو و الان تقریبا یک سالی که ما داریم صحبت می‌کنیم. توی آرشیو ایران وایر و همینطور تمام این ویدیوها روی اینستاگرام من هست، اگر موضوعی هستش که براشون جالبه اول به آرشیو مراجعه کنن، خیلیاشون در مورد صحبت شده. کسایی حتی این بحث ما رو امروز گوش میکنن و احساس میکنن که یه نکاتی از قلم افتاده، چیزایی که من احیانا نتونستم بهش اشاره کنم یا حالا تو یادم نبوده یا که فرصت نکردم، خواهشان یادآوری کنن و ما سعی میکنیم که اینها رو در نظر بگیریم در هفته‌های آینده بهش بپردازیم. ممنون از شما، ممنون از همه کسایی که با ما بودن. ما هفته دیگه سه شنبه ساعت 8:30 شب به وقت ایران به مدت یک ساعت در اینستاگرام با شما خواهیم بود. منتظریم برامون بنویسید که چی بگیم یا راجع به چی صحبت کنیم. ممنون خانم پور عبدالله، تا هفته آینده. شب و روز همگی هر کجا که هستید خوش و امن. ممنون از شما و همه کسایی که تا الان ما رو دنبال کردن. شب و روزتون خوش. خدا نگهدار. شب خوش.